به نام خداوند یکتا و مهربان، با عرض درود و سلام خدمت تمام محصلین عزیز. انشاءالله که همه شما از صحت و سالم برخوردار باشین همراه با فامیل محترم و عزیزتان، و انشاءالله که ایام رخصتی و همچنان ایام تعطیلی کرونا بخیر سپری شود و همه شما به دور از تمام آفات و بلایات، بخصوص مرض کرونا و وضعیت بد امنیتی قرار داشته باشین. قسمی که شما در جریان هستین، بعد از درس‌های حضوری ما دو هفته رخصتی از طرف تحصیلات عالی اعلان شد که به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع مرض کرونا بود. به تعقیب از او، از آن جایی که مرض شیوعش سیر سعودی را به خود داشت، دولت افغانستان تصمیم گرفت که دو هفته دیگر هم درس های نهادهای تحصیلی و تعلیمی به صورت آنلاین از راه دور دوام داده شود. از این خاطر بود که در این دو هفته که ما شما قرار داریم، درس های ما به شکل آنلاین یا از راه دور، ولی فرقی که داره با درس های حضوری در این است که درس های حضوری ما شما دو کردیت بود، ولی درس های آنلاین را که ما شما میخوانیم یا درس های آنلاین را که ما شما ارائه میکنیم یک کردیت است، یعنی دو درس آنلاین برابر با یک درس حضوری میباشد که بعد از یک مدت طولانی در خدمت شما هستیم. انشاءالله در مضمون کریمینولوژی و خداوند جلاله شانبور شاکر هستیم که برای ما این فرصت اعطا نمود و زمین سازی نمود تا بتوانیم که یک درس دیگری از دروس کریمینولوژی را با شما همکاران عزیز و معاصرین عزیز در میان گذاشته و انشاءالله که مفید تمام شود. قبل از اینکه بریم بگویم بس ما به کجا رسیده بود، یک مرور کوتاهی از درس های قبلی می داشته باشیم تا ذهن دوستایی که غیر حاضر بودند به درس آخر و یا هم دوستایی که اصلا نیامدن به سن و یا هم دوستایی که در این مدت رخصتی به درس ها مراجعه نکردن حل شده باشد. بحث را که ما شما آغاز کرده بودیم، رابطه حقوق، رابطه کریمینولوژی با سایر علوم جنایی بود که ما علوم جنایی را به دو بخش تقسیم کرده بودیم، علوم جنایی حقوقی و علوم جنایی غیر حقوقی، که علوم جنایی حقوقی علوم بود که از جرم و جزاها و مجرمین بحث میکرد و در عین حال دارای سابقه قانونی بود، و یکی از علوم جنایی غیر حقوقی داشتیم که از جرم و جنایات بحث میکرد ولی دارای سابقه قانونی نبود. علوم جنایی و حقوقی را مثالش حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی اجرات جزایی ماندیم، و علوم جنایی غیر حقوقی را مثالش کریمینولوژی، کریمینالیستیک و طب عدلی ماندیم و گفتیم که این علوم با یکدیگر روابط تنگاتن دارند. از جمله حقوق جزا با کریمینولوژی رابطه تنگاتن داشت و این رابطه در دو موضوع مطرح میشد، یکی در رابطه حقوق جزا با کریمینولوژی و دیگرش همکاری کریمینولوژی با حقوق جزا، که همکاری حقوق جزا با کریمینولوژی در قسمت معرفی مجرم بود که می آمد جرم مجرم برای کریمینولوژ معرفی میکرد و به اساس از او کریمینولوژ می رفت و مورد مطالعه و تحقیق قرار میداد. همین قسم گفتیم کریمینولوژی با جزای عمومی در سه ساحه همکاری میکنه، که در ساحه تقنین بود، یعنی زمانی که عالم جزای عمومی میخواهد تقنین یا قانونگذاری بکنه از نظریات و پیشنهادات کریمینولوژ یا جرمشناس استفاده میکنه و بر مبنای از او میآید جرم ها را ایجاد میکنه، جرم زدایی یا جرم انگاری میکنه و مجازات تناسب در نظر میگیره. دوم همکاری کریمینولوژی با جزای عمومی در ساحه محاکمات بود، که گفتیم زمانی که قاضی کدام اصول در نظر بگیره، البته نظریه های کریمینولوژ در اینجا کار آمده است. و همچنان سومین مورد را که گفتیم بحث ساحه تطبیق مجازات است، یعنی کسی که تطبیق کننده مجازات است بدون مطالعه علوم، نظریه ها و فکر کریمینولوژ ها نمیتواند که مجازات که تمام اهداف اصلاحی، تنبیهی، دفاع از جامعه را که در او وجود داشته باشد بدون در نظر گرفتن نظریات کریمینولوژ ها تطبیق کنند. بنابراین ما بحثای را در این قسمت آغاز کردیم و آخرین بحثی را که مورد مطالعه قرار دادیم، ناسازگاری میان
حقوق جزای عمومی و کریمینولوژی بود که در چند ساحه مورد بحث بررسی قرار داده، مثلا در قسمت وسعت نظر که نظر کریمینولوژی نسبت به حقوق جزا وسیع‌تر است، و همچنان در بعض موارد دیگر این دو نظریات بحث و تطبیق و مقایسه پرداختیم. امروز بحث را که ما شما آغاز میکنیم انشاءالله اصول کریمینولوژی است. اگر یاد شما باشه در درس گذشته یکی از بحثایی را که ما شما مطالعه کرده بودیم انواع کریمینولوژی بود. کریمینولوژی به سه بخش تقسیم شده بود: کریمینولوژی عمومی، کریمینولوژی اختصاصی و کریمینولوژی کلینیکی. کریمینولوژی عمومی را ما شما امروز آغاز میکنیم. اولین درس در کریمینولوژی عمومی اصول کریمینولوژی است. اصول کریمینولوژی یا پدیده های چهارگانه. در کریمینولوژی چهار پدیده وجود داره که همین پدیده ها را علمای کریمینولوژی در بررسی هایی که به عمل آوردن تکیه‌گاه علم کریمینولوژی محسوب کردن، و این پدیده ها عبارت از عامل، علت، انگیزه و شرط می باشد. این چهار عنصر اصلی کریمینولوژی که هر کدامش دارای معنای و مفهوم کاملا جداگانه، گسترده و گاهی در برخی از نوشته ها و در برخی از کتاب ها مترادف به هم آمیخته شده، مفهوم واحد به کار رفته و گاهی هم یکی در معنای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و مفهوم اصلی خود را متاسفانه عدس داده. بنابر اهمیت فوق‌العاده‌ای که این اصول در علم کریمینولوژی داره، باید هر محقق و هر کریمینولوژ و هر معاصر حقوق به طور دقیق باید این اصول مورد مطالعه قرار بده تا مفهوم و مفهوم هر بخش از اینا را بفهمه، تا یکی دیگر به جای تا اینها را به جای یک دیگر استفاده هم نکنه و همچنان از استفاده مترادفش هم جلوگیری کنند. اگر ما به طور عامیانه بر شما بگویم که علت، عامل، انگیزه و شرط، شاید هر چهار از اینا را ما در یک معنا نهایتا در دو معنا به کار ببریم، یعنی آنقدر اینها با هم از لحاظ لغوی و از لحاظ مفهوم ادبی نزدیک است که حتی با بسیار سادگی میشه که آدم فری وزیر خورد و اینا را گفت که معنای مترادف میتن، ولی در حقیقت چنین نیست. ای اصول هر کدام معنای جداگانه خاص خود را داره که انشاءالله ما شما کوشش میکنیم که در طی دو درس، یک درس امروز و یک درس آینده، این اصول به مطالعه و بحث بررسی بگیریم و مفهوم و معنای دقیقتر و مشخصتر از این آره با تفکیک که میان از این چهار تا صورت میگیره بر شما ارائه بکنیم. پس در کریمینولوژی عمومی اولین بحث که مطرح میشه بحث اصول کریمینولوژی است که کریمینولوژی دارای چهار اصل است، عبارت از عامل، علت، انگیزه و شرط. اولین از این اصول که ما شما مورد مطالعه قرار میدیم عبارت از علت است. برای شک و تردید وجود نداره که گناه یا برش ما شما امروزه جرم بگویم یک پدیده اجتماعی است. عوامل حیاتی انسان هم از ذاتی و فیزیولوژی تو هم با خصایص روانی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی تحت ضوابط شرایط با یک دیگر به نحو با هم آمیزش نموده و انسان همیشه به سوی ارتکاب جرم میکشاند. یعنی اطور بر شما بگویم که همیشه گناه یا همیشه جرم معلول از زاده علت ها. امی که ما میگیم عوامل حیاتی انسان هم از ذاتی و فیزیولوژی تو هم با خصایص روانی، یعنی عوامل روانی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی تحت ضوابط یا تحت شرایط به یک دیگر آمیزش کرده و انسان به سوی گناه یا انسان به سوی مجرمیت میکشاند. بنابراین زمانی که ما بحث از علت مطرح میکنیم، علت در حقیقت در ردیفش معلول یکی از قدیمی ترین مفاهیم است که در جهان امروز هم به کار رفته و واژه علت در علوم طبابت، در کریمینولوژی، در فلسفه، در منطق در طول زمان ها مورد استعمال قرار داشته، ولی در علم کریمینولوژی واژه علت، مفهوم علت در علم کریمینولوژی چگونگی وقوع جرم است. یعنی زمانی که ما میگیم در کریمینولوژی علت جرم، یعنی منظور ما چی است؟ منظور ما چگونگی وقوع جرم است. و علت
با اثر مطالعات که دانشمندان کریمینولوگ انجام دادن به چیز یا به شی اطلاق میشه که از وجود از وجود امر و از نبود آن عدم وجود امر لازم میگردد. تعریف را که یک دانشمند عربی به ارکان یا به رکن میداد، رکن یکی از دانشمندان عربی این قسم تعریف میکنند که رکن عبارت از آن است که از وجود آن وجود شی و از عدم وجود آن عدم وجود شی ثابت شود. یعنی اگر شی موجود شد خب اگر ابی چیز موجود شد شی هم موجود میشه، اگر ابی چیز موجود نشه شی هم موجود نمیشه. این دانشمندان کریمینولوگ آمدن و علت جرم رب دادن، مگر علت جرم مانند ارکان در دیگه چی، پس علت مترادف با ارکان هم استفاده شده در اینجا. یعنی آن رکنی از علت که اگر موجود شد حتما جرم موجود میشه و اگر موجود نشد جرم موجود نمیشه. بنان علت در هر جرم متغیر و در هر جرم متفاوت میباشه. بخاطر چی؟ بخاطر از این که ممکن است در یک جرم علت یک چیز باشه و در یک جرم علت دیگه چیز باشه. و آنقدر این علوم پیچیده است که نه تنها که در یک جرم فرق میکنه، نظر به اشخاص هم فرق میکنه. مثلا در یک جرم مشخص نظر به خصایص فیزیولوژی بدن انسان، اینمی یک علت در یک انسان حتما وجودش باعث وجود جرم شده و عدم وجودش باعث عدم وجود جرم. ولی اگر اینمی خصیصه یا اینمی علت در یک شخص دیگه موجود شود، ضرور و لازمی نیست که اون شخص هم مرتکب جرم شود. از این خاطر زمانی که ما علت میگیم، علت یعنی چگونگی وقوع جرم و به چیز گفته میشه که از وجود از وجود امر و از عدم آن عدم وجود امر لازم شود. یا به عباره دیگر معلول به اثر عدم وجود علت محال و غیر ممکن میشه. یعنی معلول همیشه زاده چی است؟ زاده علت. تعریف های متفاوت و تعریف های متفاوتتر دانشمندان از علت جرم مطرح کردن. یکی از تعریف هایی که خیلی مروج است مربوط به ژان پناتل کریمینولوگ مشهور میشه و همچنان در نشرات سازمان ملل متحد نشر شد. علت هم اگه شرط لازمی است که بدون آن رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد. یعنی اونم شرطی که اگر موجود نمیشد جرم هم به وجود نمی آمد، او را چی میخواند؟ جان پناتل میگه اونم علت است. انال اینمی شرط لازم گپ دری است که نظر به انسان تا انسان و جرم تا جرم فرق میکند. یعنی آنقدر دایره علم کریمینولوژی وسیع است که ما نمیتونیم یک علت مشخص برای ارتکاب تمام جرایم بگذاریم. مثلا فرض کنیم که علت سرقت فقر است. این حال ما نمیتونیم که اینمی فقر از شرط لازم بگیریم که بدون از اون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد. میشه که یک نفر خیلی پیسه‌دار باشه ولی سرقت بکنه، در این حالت نمیشه که ما بگیم فقر. یا مثلا هر کسی که فقیر است بر معنای از این نیست که باز حتما مرتکب جرم میشه، دزدی میکنه یا سرقت میکنه. پس زمانی که علت پناتل تعریف میکنه میگه شرط لازمه است که بدون آن رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد، یعنی با وجود نخواهد آمد. بنابراین اینمی شرط لازم میشه که ما شما اضافه بکنیم از شخص تا شخص و از جرم تا جرم چی میکنه؟ فرق میکنه. بس دیگه که وجود داره به نظر اوشان از آوان اول سرآغاز زندگی انسان ها، زندگی انسان ها، همین انسان ها مخلوقات اندیشمند و متفکر بر بار نخست متوجه پدیده های طبیعی ماحول خود می باشند و متوجه اصل علیت و رابطه آن با عناصر جرمی بودند. یعنی اوشان مطرح میکنه که از آغاز زندگی چون انسان متفکر و دانشمند بود، متوجه ماحول طبیعت ماحول خود بود و رابطه علت با معلول و رابطه علت با پدیده های جرمی از اونمو اول ها میگه انسان ها فهمیده بودن و با موجودیت از اون چی کرده بودن؟ پی برده بودن. و وجود هر چیز در جهان هستی دارای علت میدانستن، یعنی آنچه که به نظر میرسه اثر یا معلول زایده امر یا امور دیگر است.
یعنی ای خدای اوشان بیان میکنه همی که میگه اثر یا معلول زایده امر یا امور دیگر است، به این معنا که هر معلول زایده علت است، یعنی هر معلول ریشه در علت داره. باز خود علت ناشی از مجموعه چندین عامل جرمزا و فقدان عوامل بازداره نمی باشه. به چی معنا؟ به این معنا زمانی که ما شما میم علت پس میکنیم، علت یعنی چگونگی وقوع جرم چی است؟ مجموعه از چندین عامل جرمزا، مثلا فقر، فقر و تنگدستی، وضعیت خراب امنیتی و مریض بودن شدید فرزند از نمی مرتکب، سه عامل یعنی مجموعه چندین عامل جرمزا با هم یک جا شده و فقدان عوامل بازدارنده. عوامل بازدارنده مثلا وجدان سالم، مثلا شخصیت نیک، مثلا عدم موجودیت پلیس علمی، عدم موجودیت کامراهای امنیتی، سهولت در انجام جرم، اینها تمامش چی هست؟ فقدان عوامل بازدارنده است. اینا رو وقتی که علت ما دانشمند تعریف میکنه میگه علت ناشی است مجموعه چندین عامل جرمزا، یعنی چند عامل جرمزا دست به دست هم میده و در مقابلش هم عامل بازدارنده وجود نداره، وجدان وجود نداره، ذهن وجود نداره، چشم وجود نداره، پلیس عملی که به واقع کش بکنه وجود نداره، رسیدگی به یک عمل جنوی به صورت سریع وجود نداره. بنابراین اینمی عوامل بازدارنده وجود نداره، عوامل جرمزا هم دست به دست هم میده، فرد به طرف چی میکشن؟ به طرف مجرمیت میکشن. پس زمانی که یک فرد نه مرتکب جرم میشه، معلول است فرد که ریشه یا جرمش معلول است که ریشه در چی داشته؟ ریشه در علت ها داشته. اینال زمانی که ما شما اگر میخواییم مبارزه مؤثر علیه جرم، علیه جنایات انجام بده، باید با معلول جرایم مبارزه نکنیم، بلکه باید با علت جرایم مبارزه رو بردازیم. چرا؟ به خاطر که معلول ریشه در علت داره و علت جرم چی است؟ علت جرم ما شما گفتیم که مجموعه از چندین عامل جرمزا. بنابراین علت یکی از اصول اساسی کریمینولوژی است که هم بدون از او جرم موجود شده نمیتونه. قسمی که گفتم میگن که از وجود آن وجود شای و از عدم وجود آن وجود شای. الف کینبرگ جرمشناس مشهور در کتاب خود نوشته میکنه هر عملی که از فرد سر میزنه عکس العمل یک محرک است، یعنی هر عملی را که انسان انجام میده یک محرکه که به نام علت یاد میشه از او نشأت کرده، یعنی هر عمل انسان عکس العمل چی است؟ یک محرک. یک نفر بسیار فقیر است، اینمی جمعه جرم انجام میده، اینمی جرم عکس العمل در مقابل محرک فقر بوده. بنابراین الف کینبرگ میگه هر فردی که از او جرم سر میزنه عکس العمل محرک است. اعمال انسانی همواره تحت تأثیر اوضاع جسمی، روانی، محیط اجتماعی میباشه. یعنی الف کینبرگ در این معتقد است که زمانی که یک نفر میاد جرم انجام میده و نمو خواستم که این جرمش عکس العمل بر محرک درونی است، این محرک چی است؟ این محرک میگه یا تأثیر اوضاع جسمی است، یا تأثیر اوضاع روانی است، یا تأثیر اوضاع محیط اجتماعی است. یعنی از مجموعه عوامل متذکره یک علت پدید میآید. الف کینبرگ معتقد بر این است که اوضاع جسمی، اوضاع روانی، اوضاع محیطی و اوضاع اقتصادی دست به دست هم داده، فرد به طرف چی میکشانه؟ به طرف مجرمیت میکشانه. پس اینمی چندین عوامل که با هم دست با هم دیگر یک جا کرده در علم کریمینولوژی به نام علت شناخته میشه یا به نام علت یاد میشه. خلاصه اگر خلاصه بکنیم، با تجزیه تحلیلی که از نظر محققین به عمل آمده ای گرفته میشه و به این نتیجه میرسیم که هر عمل آدمی ثمره سرنوشت و یا نهاد فردی و استعدادهای ارثی او و مجموع عوامل محیطهای داخلی و خارجی است که در مجموع دست به دست هم داده و هر یک به نحوی در تکوین جرم و جنایت مؤثر میباشد.
پس اینمی را به نام چی یاد میکنن؟ به نام علت. اینمی که ما میگیم مجموعه عوامل محیطی، استعدادهای ارثی، اینمی ها تمامش علتهای ارتکاب جرم هستند. استوارت میل یکی از دانشمندان مشهور کریمینولوژی میگه به خاطر از اینکه ما شما آل فرض کنیم میگه علت شناختیم، آل از کدام طریقه ها بیاییم ما شما علت به دست بیاریم. یعنی چطور بفهمیم که در اینمی جرم را که احمد انجام داده علت جرمش چی بوده؟ استوارت میل میگه چهار طریقه را بر ما آموزش میده، میگه شما با چهار طریقه یا از چهار طریق میتونیم که در یک مجرم علتش پیدا بکنین. در یک مجرم چیش پیدا بکنین؟ علتش است. چند طریق؟ از چهار طریق. یعنی چهار طریقه وجود داره که با ازمی چهار طریقه ما میتونیم علت یک جرم به دست بیاریم. کی چهار طریقه کدام هاست؟ توافق پدیده ها، اختلاف پدیده ها، روش بقایا و تغییرات زمانی است. یعنی میگه در یک عمل جرمی چهار طریقه را شما امتحان بکنین، از این چهار طریق شما میتونین که چی را به دست بیارین؟ شما میتونین که به دست بیارین که علت جرم چی بوده. اولش چی بود؟ توافق پدیده ها، دومش اختلاف پدیده ها، سومش تغییرات زمانی، چهارمش روش بقایا. بنان زمانی که ما شما میخواهیم که یک عمل جرمی را علتش پیدا بکنیم، پس باید به چند طریقه گفته جان استوارت میل چنگ بزنیم؟ به چهار طریقه. اینا را به خاطر از اینکه ما شما بتانیم علت جرایم به دست بیاریم، نیازمند عزیزیم که اینمی چهار طریقه را بدانیم، چهار طریقه را بفهمیم، یا با مطالعه از این چهار طریقه ما شما قادر بری میشیم که بتانیم یک عمل جرمی را علتش پیدا کرده بتانیم. اول توافق پدیده ها. خب اولین طریقه پس از دید استوارت میل توافق پدیده هاست. توافق پدیده ها به چی معنا؟ دو مورد ارتکاب جرم در نظر بگیرین، یعنی دو جرم شما در نظر بگیرین، بازی دو جرم با همدیگر مقایسه بکنین. مثلا جرم اول با جرم دوم چی بکنین؟ مقایسه بکنین. باز میان جرم اول و میان جرم دوم وجه اشتراکش نوت بکنین. مثلا ببینین احمد قتل کرده، محمود قتل کرده، هر دو قتل شما در نظر بگیرین. بیاین میان قتل احمد و میان قتل محمود امین نقاط اشتراکش در یک کاغذ نوشته کنین. مثلا یک، هر دوش با تفنگچه دو، هر دوش 20 ساله جوان است سه، هر دوش مجرد است چهار، هر دوش مثلا پدر نداره پنج، هر دوش کارگر است. این قسم چی است؟ وجوه اشتراک در دو عمل جرمی در نظر بگیرین. اینال دو مورد جرمی را که شما در نظر گرفتین، باز وجه اشتراکش آمده در نظر گرفته، جنبندی کنین و از ارزیابی از اینمی ها علت جرم روشن میشه. مثلا سعی کنین بخاطر از اینکه شما بفهمین، من یک مثال میزنم، این مثال تذیه میکنین. هرگاه تو بگیرین مثلا یک پسر جوان 15 ساله از یک خانواده مرفه، یعنی از یک خانواده پیسه دار، در کودکی پدرش مادرش رها نموده، یعنی پدرش مادرش چی کرده؟ طلاق داده. بعدها پدرش نیز ناوقت به منزل می آمده، این پدرش منزلش مادرش اعلا کرده و ناوقت می آمده. طفل عمدتا در تنها و در خارج از منزل با دوستان ناسالم بسر می برد. از نظر تحصیلی فرد متوسط بوده، در سن فوق ذکر مرتکب مجروحیت یک زن شده، یک زن زده. اینال ما شما اینمی قسم در سن 15 سالگی طفل بود، یک جوان دیگر در نظر میگیریم که در 16 سالگی از لحاظ مالی در خانواده چی بوده؟ در خانواده غریب. او یک خانواده پیسدار بود، یک خانواده غریب. پدرش مادر او را طلاق داده. این وجه مشترک بین از این طفل 15 ساله و طفل 16 ساله چی است؟ دور بودن از محرومیت مادر یا طلاق دادن مادرانش توسط پدرانشان. زن دیگر گرفته پدرش. جوان بارها از دست مادر اندر لتکوب شده و مجبور به ترک تحصیل شده. این جوان پس از مدت مادر اندر خود را به قتل رسانیده. اینا را جوان 16 ساله و جوان 15 ساله را شما به بررسی میگیریم. او خانوادهش خوب است، خانوادهش فقیر، ای توافق نشد. او کس تحصیل خوب داره، ای تحصیل نداره، ایلا کرده مکتب، ای هم توافق نشد. ای کس همیشه دوستان را سالم داشته، هیچ بیرون نمی رفته.
دلیلی که دوستای ناسالمش باعث شده یک زنه بزنه و دلیل از این که مادر خود را به قتل رسانیده، هر دوی از این را جمع بندی کنیم، مقایسه بکنیم، در یک مقایسه به دست میاریم: طلاق و جدایی، بیمادری، عقده علیه طبقه اوناس، وجه مشترک و علت اصلی هر دو جرم به شمار میره. یعنی این طفل که آمده زن زده، مادرش رهایش کرده، پدرش ناوقت میامده به خانه، یک نوع عقده نسبت به جنس اوناس برش ایجاد شده و عقده گرفته در مقابل جنس اوناس. وقتی پدرش هم ناوقت میامده، دوستای ناسالم به دست آورده، بالاخره یک زن لتکوب کرده. ی دیگه شام که مادرش طلاق گرفته، پدر زندگی همیشه مادر اندر زدهش، نسبت به جنس اوناس چی گرفته؟ عقده گرفته. اینمی عقده باعث چی شد؟ باعث ارتکاب جرمش. پس توافق پدیده ها از دید استوارت میل یکی از راههایی است که ما شما میدانیم علت جرایم به دست بیاریم. یعنی دو مورد ارتکاب جرم در نظر گرفته، وجه مشترکشان هم میکشیم و در یک جنبندی ارزیابی میکنیم و علت جرم چی میشه؟ روشن میشه. طریقه دیگر که وجود داره به خاطر از اینکه ما شما بتانیم یک علت جرم به دست بیاریم، اختلاف پدیده هاست. اختلاف پدیده ها به چی معنا؟ هرگاه دو موضوعی را در نظر بگیریم که در یک مورد آن عمل جرمی بروز بکند و برعکس در مورد دومی عمل جرمی بروز نکند، در حالی که در هر دو مورد اوضاع و احوال هم مشترک باشد، بجز از یک مورد آنچه اختلاف بین دو پدیده محسوس میگردد، علت وقوع جرم است. برعکس طریقه اول، استوارت میل میگه شما دو جرم باز در نظر بگیرید، بیایید امپیر نقاط اشتراکشان را نکشید، نقطه افتراقشان را به دست بیارین. اختلاف که این دو پدیده در کدام نقطه اختلاف کرده؟ فرض کنیم دو کودک است، هر دوش کودک است، اشتراک، هر دوش 15 سال است، اشتراک، یکیش مادر خود را فوت کرده دست داده، یکیش مادرش طلاق گرفته، بازم نقطه اشتراک به مادری، یکیش درس خوانده، یکیش درس نخوانده، اینجا ببینین یک نقطه افتراق با وجود آمد، کلان میشه، هر دوش موجب قتل میشه. پس از دید استوارت میل اینمی یک مورد که با هم اختلاف میکنه، اینمی مورد علت وقوع جرم است. مثلا مثال میزنه، میگه شما دو جوان در نظر بگیره که در یک محله بودو باش میکنه، یعنی محلشان یکی است، هر دو از لحاظ وضع اقتصادی با هم برابر هستند و پدرهای هر دو کارگران خوبی هستند و بهره هوشی هر دوی آنها در حالت تساوی قرار داره، یکی از آنها مرتکب جرم شده و دیگر نشده، ولی یکی از آنها از بذل محبت والدین محروم بود، همین جوان مرتکب جرم شده و آن دیگر نگردیده. مطالعات و تجربه نشان داده عدم موجودیت محبت والدین باعث بروز جرم شده که میتوان آن را علت جرم. یعنی ببینید ما اختلاف پدیده ها را بررسی کردیم، آمدیم دو جرم، دو جوان، دو قضیه را بر نظر گرفتیم، هر دوش عین محله، عین پدرهاشان، عین اقتصاد، عین خوی، عین خواص، ولی در یک نقطه با همدیگر چی میکنن؟ تغییرات به وجود میاره. اون یکیش بسیار والدینش دوستش داشته و دیگه‌ش نفرت داشتن. اینمی باعث چی میشه؟ اینمی باعث به وجود آمدن جرم میشه. پس ما میگیم علت جرم اون چی که از وجود آن وجود شی و از عدم وجود آن عدم وجود شی لازم میشه که علت نامیده میشه. علت چه قسم پیدا کردیم؟ از اختلاف پدیده ها ما علت جرم به دست آوردیم. طریقه دیگه را که جان استوارت میل بیان میکنه تغییرات زمانی است. میگه شما دو مورد را تحت مطالعه قرار داده شود که تغییرات در مورد یکی از پدیده ها همزمان در پدیده دیگر تاثیر وارد نموده و تغییر پدید آورد، میتوانیم آن دو امر را علت و معلول یک دیگر بدانیم. یعنی هرگاه تغییرات زمانی در یک پدیده باعث به وجود آمدن عین عمل جرمی در پدیده دیگر شود، ما از طریق تغییرات زمانی میتونیم بگوییم که علت وقوع جرم کدام است. مثلا مثال، در زمان جنگ و حالت قحطی در محلات جنگ زده، نسبت بند بودن راه‌های مواصلاتی و جرایم احتکار، گرانفروشی رو به فزونی میگذاشت. سعی کنین مثلا وضعیت افغانستان ما شما همیشه متر بوده، همین امروز شب روز در بغلان ما، قندز ما، در تخار، در شمال، در جنوب، شرق، در تمام جایا جنگ است. وقتی که جنگ میباشه، قحطی زیاد میشه، راه های مواصلاتی که باید آرد و روغن به مردم برسانه بسته میشه. وقتی که راه ها بسته شد، همیشه جرم چی به وجود میاد؟ جرم احتکار. وقتی که راه ها به وجود آمد، بند شد، همیشه
گران فروشی شروع میشه. خب با رفع حالت جنگی این جرایم خود به خود چی میشه؟ رفع میشه. که ما بارها شاید از این مثل یک ماجرا در کشور ما بودیم، مانند بد شدن رای کابل سروبی که مردم از طریق چهارراسی ها موارد اولیه خود را در زمان جنگ های قدیم به دست می آورد، و یا مثلا قدس که سقوط کرده بود و غیره. اینا رو ما با تغییرات زمانی نمیرم چی میکنیم؟ پیدا میکنیم که علت ارتکاب احتکار چیست، علت ارتکاب گران فروشی چیست، علت ارتکاب قیمت فروشی چیست. میگیم علت قیمت فروشی و احتکار جنگ است. چرا؟ به خاطر که در زمان سال 1375 در سال 1370 حکومت اسلامی زمانی که جنگ در میگیره راه های مواصلاتی بسته میشه، یک دفعه احتکار یا قیمت فروشی صورت میگیره. طالبا میه و برای دولتی که در طرف شمال بود راه ها بسته میشه، باز احتکار و قیمت فروشی صورت میگیره. قندوز سقوط میکنه، نان به 50 روپیه میرسه، احتکار و قیمت فروشی صورت میگیره. همیشه و روزی که جنگ است احتکار صورت میگیره، راه های مواصلاتی بسته میشه. تمامش دلیل بر چی است؟ تمامش دلیل بر این است که از طریق تغییرات زمانی ما میتونیم علت وقوع جرم تشخیص بدیم و بدز بریم. و آخرین روش که وجود داره این است که روش بقایا. روش بقایا به چی معنا؟ هرگاه یک تعداد امر را مقدم و یک عده دیگر را مؤخر مشاهده کنیم، ارتباط همه مقدم ها را به جز از یکی با همین ترتیب تعلق همه مؤخرها را به جز از یکی معلوم نماییم، پی خواهیم برد که مقدم باقی مانده با مؤخر باقی مانده رابطه علت و معلول داره. مثلا ببینید شما چند تا خانواده را در نظر بگیرید که از لحاظ اخلاقی و رفتار منحرف و فاسد هستند. اینا تمام از اینا دارای فرزندان هستند که تمام از این فرزندان از اینا مجرم هستند. اینال زمانی که ما شما اید خانواده هایی را که از نظر اخلاقی منحرف است و تمام جوانایشان مجرم است مطالعه قرار بدیم، ابزار وقتی که بررسی بکنیم میبینیم که عده اطفال مجرم در این خانواده از غیر مجرم چی هستند؟ بالا است. و آیا بالا است یا خیر؟ اگر در صورتی که نظر ما مثبت بود، یعنی اطفال مجرم نسبت به اطفال که مجرم نیست زیاد است، پس ما میگیم که اینمی اخلاق فاسد و منحرف بودن عامل بر ارتکاب جرم است. هرگاه اطفال مجرم نسبت به اطفال غیر مجرم کم بود، باز ما میگیم که نخیر، منحرف بودن و فاسد بودن اخلاق عامل بر ارتکاب جرم نیست. پس این روش به نام چی یاد میکنن؟ روش بقایا. از دید جان استوارت میل ما چهار طریقه داریم بخاطر از اینکه علت جرایم رو بدست بریم، که عبارت از توافق پدیده ها، اختلاف پدیده ها، تغییرات زمانی و روش بقایا بود. از آنجایی که درس های ما یک کردت است در درس های آنلاین و یک کردت معادل به 30 دقیقه است، درس ما به میجه به پایان میرسه. انشاءالله که تانسته باشیم علت و جرایم بر شما تفهیم کرده باشیم. در فرصت بعدی انشاءالله که معلول، شرط و انگیزه را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. اگر سوال بود جهت پیشنهاد جهت بهبود درس آنلاین، ما شنونده هستیم و در خدمت شما قرار داریم. باقی وقتتان خوش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.